دوستای عزیز، شما در جریان هستین که یک لانجه نو به اصطلاح به وجود آمده، یک ویروس خانمانسوز، مرض خانمانسوز که به نام کرونا است. و نظیر ظفر شاعر نامدار و نامور کشور ما که به اصطلاح طبیعت بسیار شوخی هم دارن و یک استعداد خارق‌العاده در سرودن اشعار به مناسبت‌های مختلف دارن، یک شعر بسیار قشنگ در وصف کرونا گفته. خب البته کرونا وصف ندارد، درباره از اینکه چه کدام شیوه آدم استفاده کنه که جلوگیری کنه که کرونا به سراغ آدم نبیاید. شعر واقعا جالب است عزیزا. تشویش من از درد کرونا نمی کنم، هرگز سفر به وعان چینا نمی کنم. لیمو بود رفیق غذایم به صبح و شام، میلی به آب رنگه و کولا نمی کنم. با دالچینی و سیر اصل ریزم اندکه، خود را به دارو هیچ مداوا نمی کنم. پرهیز بوسه می کنم از ار عزیز خود، یک بوسه هم ز دلبر زیبا نمی کنم. وای وای، گر دست می دهم به عزیزان خیشتن، آهسته دست چویم و غوغا نمی کنم. در جای ازدحام کنم ماسک را به رخ، یا در جای بیروبار کنم ماسک را به رخ، فرض است حفظ جانم و بی جا نمی کنم. نظیر ظفر دست درد نکنه با این شعرت که هم خندانی ما و هم گریان. امیدوار هستم که وطندارای ما در امان باشه از این ویروس خانمانسوز. و میگه تنت به ناز طبیبان نیازمند مباد، وجود نازکم آزرده گزند مباد. ما می ماسک بر ازی پوشیدیم که بر سیفتی خودم. سی جان بفرمایید، شما جوانا در هجرت در بیوطنی هم خودتانستین که به یک مقام برسانین. حال دکتر صاحب بگویم، انجینیر صاحب، ماشین هم مثل آدم است. وقتی یک آدم ناجور میشه پیش دکتر میره، قلب و ششش تشخیص میکنه. موتر عین چیز است. تشخیص کردن نواقص موتر کار ساده است. سلام علیکم. سلام علیکم. هیچی آسانی است. موتر که نو تیار شده، اینا همه الکتریک. You need time and patience to work on these cars. موتر را که آدم نو بخرم ناجور میشه یکان دفعه، یعنی او واکسین شده میباشه. در کدام حالت موتر آدم نگهداری کنه که زود خراب نشه؟ Do your oil changes. آیل چنج. میگه موتورتان همیشه به وقت زمان آیل چنج کنین که خراب نشه. دیگه چی توصیه داری؟ چی ادوایس داری؟ Just make sure that you're on top of your maintenance. You're looking at your service records. If you need anything, you could always call us and we could always guide you with. And fill it up halfway. When you get to halfway, fill it up. خالی نباشه ایتوه. خالی نباشه. همیشه کوشش کنین که موتورتان یک مقدار تیل داشته باشه. یک مسئله دیگه که امی انسان ها یا آدم های دیگه که وارد نیستن، پروفشنل نیستن در موتر، بیچارا چیز بلد نیستن، میبرن پیش یک میخانیک یا یک انجینیر، قلخ دیوال طرف شما معلوم شد روی تا پت پت میکنی. خب دیگه سلبریتی هستم چیکار کنم؟ آدم های سلبریتی مگه روی خود پت میکنن؟ بالاخره این دکان خودت باز کردی، کار آسان نیست بزنس از خود داشتن. برای جوانات چه توصیه میکنید؟ کونام بالاخره از خود یک شاپ داشته باشن. فقط صبر داشته باشیم، اما خیلی مهم است صبر. بس اینجا آقا کار میکنه، آقایان اگه خانم هم کار کنن میتونن اینجا کار کنن؟ مثلا ما اگه پارت تایم بیایم کار کنم هزار دفعه، چرا نه؟ کدام کارا رو من میتونم کرده که ماشین در سرم نفته، ماشین موتر نه. به سلسله معرفی چهره های موفق افغانا باش کم چهره مرم ببینین که از خاطر می ویروس کرونا ای ماسکا را میپوشیم. ز لاغر آمستم گفتین بیازو که دستای چوب گوگر توارست. ما میفهمین که در چین ویروس کرونا به وجود آمده، به خاطر حفظ جان و سلامتی در اسلام هم گفته که جان نگاه کردن فرض است. دیگه شما عزیزا را به الله پاک میسپاریم. همیشه ما کوشش میکنم که او جوانای افغان که در اجرت زندگی میکنن دست به موفقیت های زدن، که ما یک جوان موفق افغان خودم من شخصا میبینم افتخار میکنم و میگم افتخار به پدر و مادر سید جان که اولاد آل صالح تربیه کردن. ما اولی موفقیت ها را به والدینش تبریک میگم که تانسته که یک بچه آل صالح تربیه کنه که نام خدا مالک این شاپ بزرگ است. پنجه من آبله ها میکند تا گلک نشونما میکنه. شما افتخار افغانستان هستین. I really proud of you, Sayed. تشکر. I'm proud of you and we appreciate what you do also as a journalist. You bring news, informative information to the community and we appreciate you as well. So thank you. سر میخوریم، شما از داره به خدا میسپاریم. و گپ جالبه که از اینجا گرفتم، سعید جان گفت بانوان هم میتونه که در این شاپ مجهز کار کنن، اما وقت کار داره. مثل که یک مریض عملیات میکنن، موترارا هم تو جراحی میکنن، منتها موترار انستیزی نمیتن. میتین انستیزی موترارا بیوش میکنن؟ بله. چطور بیا تو پیش چطور بیوش میکنی انستیزی؟ مار میگیم disconnect the battery.
دسکنک دی بعد بطری را غیر فعال می سازد. اما اینجا میگیم که حقوق زن و مرد دیگه مساویست. وقتی که یک زن بتانه با این شاپ یا دوکان یا در افغانستان مستری خانه می گفتیمش در حضور این انجینیرای جوان کار کنه دیگه حقوق مساویست. زنم همیشه جایگاه خاص خود داشت. از امو خاطر میگن زن اگر آتش نمیشد خام میمانده ما، نارسیده باده در جام میمانده ما. آتش زن بود، آتش زن بود تا که سوختیم و ساختیم، ورنه چون سنگ سر ارار میمانده ما. زن اگر آتش نمیشد خام میمانده ما. بانوهای کلاقه دارن طبعا انجینیرها هم و دختراست هم پسرا. آقای سید میتانه که اونا را هایر بکنه تحت شرایط خاص. افتخار است.